احسان سلام، آنمیت کن خودتو. درود آرمین جان، خوشحالم که برای اولین بار تو برنامه تون میام. من یه پناهنده سیاسی از ایران و آتئیست توی آلمان هستم. خیلی از برنامهاتون رو دیدم و جالبه، خیلی خوبه، مرسی. و اینکه دیروز اون برنامهتون با آقای گلن رو دیدم و امروز یه ذره استرس دارم، یه ذره آفگرکت هستم. امروز باز این آقایی که قبل از من بودن و پلیس ایران که خیلی خشن نیست رو کوتاه در موردش صحبت میکنم. ببخشید شما همینجوری صحبت کنید، من میشنوم چون این بلوتوثه، من باید یه دقیقه برم بیام. شما همینجوری ادامه بدید، من دارم میشنوم. آره، پلیس ایران حالا طبق اون آماری که امید دانا داده بود و حالا آمار معتبری که شما دادین، 20 در مورد ایران نمیدونم، در مورد ایالات متحده 28 بود. پلیس ایران و سیستم ایران، الان این آقا اشاره میکرد که آره ایران هم مرز افغانستان هست، اونجا مواد مخدر کاشت میشه و ترانزیت میشه به اروپا. این رو ما یه پلیسی، اگر اینجوری صحبت کنیم، یه پلیسی که یک پلیس مثلا توی آلمان هست یا توی غرب هست یا تحت یک نظامی که به حداقل ها جوابگو هست، میتونیم این رو پلیس رو تطهیر کنیم. اما جایی که خود جمهوری اسلامی یک مافیایی هست، مافیای جنایت هست که حتی انسانها رو میکشه توی آبان و توی این چهل و چند ساله از اول تا الان، و میاد هر کاری میکنه که حتی این کشته شده رو به عنوان فردی از خودش قلم داد کنه. خب آماری که از جمهوری اسلامی داریم، من نمیدونم حالا این آماری که شما دادید چقدر در مورد جغرافیای ایران و پلیس جمهوری اسلامی چقدر معتبر بود، چون جمهوری اسلامی این مافیای قدرت با تمام اموالی که از مردم غارت کرده سعی میکنه که خودش رو مثل مجاهدین تطهیر کنه، خودش رو مثل صدام 99% حتی جلوه بده توی انتخابات. این در مورد این پلیس صادق نیست، مافیای جنایتی که خودش مواد مخدر رو پخش میکنه، خودش ترانزیت میکنه، خودش حتی توی آمریکای لاتین حتی تحت اون سعی کرد یه سری ترورا انجام بده، حتی روح لازم رو از فرانسه میکشونه ایران یا مسیح النجات رو سعی کرد این مواقع. بله احسان جان، این منبع اعتماد به جمهوری اسلامی نبود، این منبعش جدا از جمهوری اسلامی بود و خود منبع هم گفتش این بود که این به شدت غیر قابل، خود منبع گفته بود این به شدت قابل اعتماده و این حداقلشه. خب ما اونجا هم گفتیم که بر اساس خود حداقلش، خب هنوزم نسبت به جمعیتش ایران از آمریکا بیشتره، یعنی حداقل آمار در نظر بگیریم هنوزم ایران نسبت به جمعیتش تعداد که پلیسایی که بله. و اینکه توی ایران مثلا توی آلمان شما یه سری حقوقی داری که تضمین شده است توی ایالات متحده همینطور، ولی توی ایران شما اجازه نداری حتی نفس بکشی. خب و این رو حالا این نفس منظورم چیز هستش، میخوام فضا رو، فضای رو با وحشت، فضای این که شما اسلحه رو میکشن، این خانومی که الان چیز شده بولد شده که میگه آقا این مظاهرات سلمیه، یعنی مصالحه تامیزه، چرا اسلحه میکشی؟ و بعد از اون این بی بی سی با 2.5 میلیون ببخشید احسان جان، نکته اصلیتون چیه؟ به خاطر اینکه اینکه جمهوری اسلامی بده، اینکه جمهوری اسلامی بده و نمیذاره مردم بتونن بیان اعتراض، هیچ راهی برای اعتراض ندارن، اینکه این جمهوری اسلامی مجرمه، اینا رو که ما قبول داریم، ما هممون میدونیم اینجا. میخوام بگم این آمار حتی اگر واقعی باشه تحت تأثیر این فضا هست و نه فضایی که
ایالات متحده هست و پلیس توی اون فضا، فضایی که آزادی انسان تحت حالا اعلامیه حقوق بشر، تحت اون فضایی که توی آمریکا هست، یک کنش ها و واکنش های انجام میشه. یکی این و دیگه این که آقای گلن، اول این که ای کاش از این به این آقا گفته میشد، چون بذارین کسایی که نمیدونن، کسایی که بیننده هایی که ما نمیدونن، آقای گلن یه بی خدایی بودن که طرفدار مجاهدین خلق بودن. خب من این یک به صورت ماهیتی یک کسی که بی خدا باشه، خب واقعا تناقض شناختی داره با اینکه بخواد از یه گروهی مثل مجاهدین طرفداری کنه. یعنی مجاهدین با اون تعریف که خودشون میذارن، با اون فرمی که لباس فرمی که میپوشن، با اون عزاداری عاشورا، چجوری من آتئیست میتونم طرفدار اون باشم؟ ای کاش ازش پرسیده میشد که شما این چیزی رو که میگی باید، چون خیلی هاشون من این رو دیدم، حتی میان حزب میزنن، افرادی رو میزنن که با اسمی کاملا متفاوت، حقوق بشری، بعد انتهای تلاششون اینه که مجاهدین رو تبلیغ کنن، افرادی رو از خودشون به اصطلاح خارج شده هستن که اصلا ارتباطی ندارن، ولی اینا تبلیغ مجاهدین. و این آقا حالا اون صحبتایی که کرد، بعد یه نکته دیگه این که این نکته آخر برای اینکه باید برم سراغ نفکسه بعد برم. نکته دیگه این که اکاش یعنی یک فردی بود که من نمونهشو توی بی بی سی دیدم، که یه فردی باز به همین شکل من هوادار هستم اومده تبلیغ و مجاهدین میکنه، متخصصی هست که متعهد هست ولی خودش رو به عنوان هوادار جا میزنه، آتئیست اینجا جا میزنه، ولی میاد به یعنی با اون مغالطه های کاملا زیرکانه سعی میکنه این موجودیت رو به عنوان یک موجودیت نرمال یا مترقی نشون بده. اکاش طرف مقابلش مثلا، اکاش حالا من نمیدونم ایشون با برنامه اومده بودن یا اینکه همینجوری اومده بودن، همینجوری مثل خودتون که الان اومدید، متخصص، آره متخصص بیان توی اون برنامه و باش بحث کنن، یعنی هستن متخصص. ما هدفمون این هست که کسایی که مجاهدین بودن دیگه نیستن و متخصص هستن، هدفمون هست که تو برنامه اینده بیاریم. البته من خودم از خودم میخوام تعریف کنم، من فکر کنم با اینکه خودمون متخصص نیستیم خوب تونستیم ایشونو چالش بکنیم تو برنامه. من نمیدونم شما آرمین با اجازه از تو، آرمین جان، تو همون جوری که زبان فارسیت وقتی صحبت میکنی باید فکر کنی، کلمات رو پیدا کنی، خب یک کودک زبان و فرهنگ رو متناسب با هم چیز آموزش میبینه، خب و یعنی این چیزی هست که به اعلی زبان او بتغاگن میشه فون جامعه، از جامعه از جامعه به کودک منتقل میشه، از اون فلد، از محیط به کودک منتقل میشه. حالا در مورد تو زبان فارسیت خیلی خوبه، خیلی من محتوایی که صحبت میکنی و حتی این یک نمایی از یک جامعه دموکراتیک، از یک فضای دموکراتیک رو توی صحبتات، نحوه برخورد و نحوه هیجانی نشدن، منطق صحبت کردن، همه اینا رو دوست دارم، ولی آشناییت از جامعه ایران به واسطه دوری که داشتی نه اینکه خیلی کم باشه، 100% نیست. اگر انتقاداتی بهت میشه مثلا در مورد امید دانا، خب سعی کن لطفاً، خیلی دوستانه، خیلی واقعا کارتون پر با ارزش هست، این رو حتی شک داشته باشی که نکنه این چیزی که در مورد امید دانا میگن درسته، چون امید دانا و افرادی مثل اون اینا حقوق میگیرن. ما بخوایم ثابت کنیم حالا باز متخصص بیاد که بیاد سیستمی رو نرمال سازی کنه، تطهیر کنه که جنایت و خون ازش میچکه.
درست. احسان جان یه چیز من این رو بگم بعد برم سراغ نفر بعدی. خب یکی این چیز بگم، این اولا که من نقد پذیر که هستم، اگه نقد پذیر نبودم این همه لینک نمیذاشتم هر کسی بیاد بالا بگه که خب نقد پذیر که هستم. این که باید شک بکنم، من که شکگرا انقدر هستم که سعی میکنم هر دفعه یه چیز رو میگم اگه هیجانی شدم بیاد خودم سوزن بزنم که با قطعیت چیزی نگم، هر چنگای خودم هم مچ خودم رو سعی میکنم بگم که بگم البته حرف من میتونه اشتباه باشه، یعنی از اینکه شکرا باشم که شکرا هستم، ولی این نقد رو قبول ندارم که به خاطر اینکه تو ایران نیستم اینو ندونم. خب من این کسی که ببینید، شما اگه بخواید دنبال سند بگردین جایی که هستین هیچ تأثیری نداره. شما اگه میخواین برای ادعاتون سند بیارین، اینکه تو ایران باشین یا ایران نباشین، سند مگر اینکه سندتون اگه سندتون توی یه کوچه نشسته، توی کوچه، توی خیابون، توی ایران، خب یعنی اگه یه نفر باید به پاش بره سنده، مثلا مردم ایران میتونن برن این سنده رو از توی خیابون تو تهران بردارن و من نمیتونم برم، اون وقت باشه شما یه سندی دارین که من ندارم. خب من فکر نکنم این خب من قبول دارم، فقط این رو میخواستم بگم که اونقدر که شما یه مدت رو از ایران دور از ایران بودی، من اصلا این رو قبول ندارم که دیروز گفته میشه تو سنت کمه پس تو اطلاع نداری. زود تموم میکنم. پس تو نه، اینا رو من اصلا قبول ندارم. من سنم کمه ولی میتونم بخونم، ولی میتونم فیلم ببینم، ولی میتونم 286 جلد کتاب منتظری بخونی، همچین چیزی رو داشته باشم. خب اینا رو هست، ولی همون اندازه که برای فکر کردن و پیدا کردن یک کلمه ممکنه مثلا در آشنایی با زمینه امیددانا و جمهوری اسلامی ملموستر برات نباشه نسبت به فردی که توی ایران داره روش جنایی. ببین اگه دارین قضاوت میکنین بر اساس اینکه یه چیزی ملموس هست یا نیست، شما اصلا من به نظرم روش نتیجه گیریتون اصلا اشکال داره. خب ما باید بر اساس سند، بر اساس اطلاعاتی که ما میتونیم دسترسی داشته باشیم باید قضاوت کنیم. اتفاقا یه چیزی من بگم، بودن من میتونم به شما اینو بگم که بودن تو ایران ممکنه باعث میشه که شما یه چیزایی رو ببینین که توضیح دادنش برای بعضیا سخت باشه، مثلا فقط با گفتن نتونین یه سری چیزایی رو که شما به تو شخص تجربه کردین رو بتونین بیان بگین. خب اینو قبول دارم که مثلا بعضی موقعا یه سری چیزهایی رو شما میدونین به خاطر اینکه تجربه‌ای که دارین که کسی که اونجا نبوده نداره. البته من خودم 20 سال تو ایران بودم، ولی خب میگن که حالا خیلی مدت نبودیم ممکنه اینا رو دیگه الان ندونیم. باش ولی یه چیزی بگم، بودنم تو ایران ضعف خودش هم داره به خاطر تعصبایی که بعضی موقع به ما میده، یعنی ممکنه بودن تو ایران و بعضی موقع ها از درون یه چیزی رو نگاه کردن یک دیدگاهی رو به شما میده که از بیرون نگاه کردن بعضی موقع ها به شما این دیدگاه رو نمیده، و بعضی از موقع ها اگه تجربه شما فقط یک کشور باشه از لحاظ مقایسه ای و از لحاظ عقاید دیگه ای رو که میتونیم ممکنه مثلا مقایسه بکنیم با عقایدی رو که داشتین که تو ایران بودین، از اون لحاظ هم ممکنه شما مثلا یه مقدار نتیجه گیریاتون یه مقدار ناقص‌تر باشه. یعنی بودن تو ایران به شما یه قدرتایی خواهد داد، یک دیدگاهایی رو خواهد داد که ممکنه نتیجه گیری شما رو بهتر بکنه، ولی ممکنه یه نقصایی هم خواهد داشت به خاطر اینکه تو ایران بودین از دیدگاه شما یه سری چیزایی رو ممکنه نبینین که کسی از بیرون ممکنه یه چیزایی رو ببینه که شما از داخل نبینین، یه سری چیزایی هم هست که کسایی از داخل ممکنه ببینن که از بیرون شما نبینین. بهترین روش چیزه صحبت کردن با همه. خب یعنی دقیقا. بهترین روش اینه که شما نتیجه گیری کردین و دلایلی رو که دارین ببین، ولی من قبول دارم این حرفا، ولی این که من میدونم چون تو ایرانم یا این که من میدونم چون تو ایران نیستم، این دلیل نمیشه. شما هر تجربه‌ای رو که داشتین اگر از تو ایران بودین باید بتونین این تجربه رو توضیح بدین، یا اینکه باید بتونین برای نتیجه گیریتون استدلال بکنین. این که من میدونم چون ایران هستم یا که تو نمیدونی چون نیستی، این دلیل نمیشه. شما من میدونم که ببینید لغات محدودیت داره، ولی محدودیتش اونقدر نیست که شما نتونین استدلال بکنین که چرا دلیلتون درسته. آرمین من بهت این اتهام نزدم که میدونم، من بخواستم فقط اضافه کنم، فقط چیزی که آره نه در این حد بود که مثال زدم دیگه، نحوه بیان و کلمه پیدا کردن و اصلا صفر و صدی نبود. من چیز نکردم بله. و برنامه‌تون رو دوست دارم، شاد و پیروز و موفق باشید. زیاد صحبت نمی کنم تا وقت برم. من که لذت بردم، من که امیدوارم شما فکر نکنین که من از حرفاتون ناراحت شدم، من از دیدگاه شما استفاده کردم. ممنون هستم. قربونت، خدا حافظ. سلام، خدا حافظ.